سلام، من میسا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطوری که میبینین امروز میخوام یکی از تنس ها یا زمان هایی رو تو زبان انگلیسی بهتون درس بدم که when it comes to it everybody is like oh my god past perfect is like so hard I don't understand it I can't use it. وقتی که اسمش میاد همه اینجوری هم که وای خدا past perfect زمان حال گذشته خیلی حال گذشته زمان گذشته کامل خیلی سخته، من نمیفهمم، نمیتونم استفادهش کنم. But as every time I tell you it's easy peasy lemon squeezy. و همونطوری که همیشه بهتون میگم بچه ها، این هم مثل تمام تنسای دیگه که بهتون درس دادم واقعا آسونه و اصلا چیز سختی نیست. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایبرش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزش خوب ازش یاد می‌گیرین. خب بریم سراغ past perfect، زمان گذشته کامل. من بهتون تقریبا خیلی از زمان‌ها رو یاد دادم و بهتون زمان حال کامل رو هم یاد دادم. هیچ ربطی به حال کامل نداره، ولی ازتون میخوام کسایی که حال لولشون خیلی بالا نیست نه یا خودشونو با پس پرفکت خیلی گیج بکنن. یعنی بهتر اول زمانهای اصلی رو یاد بگیم بعد بیان سراغیم، ولی اگه هم داری نگاه میکنین it's okay no problem. خب پس پرفکت یا زمان گذشته کامل اصلا برای چی هستش؟ is used to show the sequence between two or more actions in the past. So it's used to show the sequence between two or more actions in the past. ما از زمان گذشته کامل استفاده میکنیم که رابطه و تناسب یا ترتیب دو یا تعداد بیشتری از چیزایی که انجام شده تو گذشته رو نشون بدیم. فکر کنین مثلا زمان گذشته است، یه سری اتفاقا بوده، یه سری عملا انجام شده، یه اتفاقاتی افتاده، حالا میخواین you wanna put them all on a sequence، میخواین بذارینش رو sequence، میخواین به ترتیب بیانش بکنین. این از این کاربرد past perfect. حالا بچه ها این مدلی که من میخوام بهتون توضیح بدم، this way is the easiest way ever. واقعا راحت ترین راهی هستش که برای past perfect وجود داره و خیلی هم آسون هستش. فقط لطفا listen carefully to get whatever I say. فقط خیلی با دقیق گوش کنین که متوجه بشین هر چیزی رو من چجوری میگم. So as you can see I'm not really good at painting. همونطور که میبینیم من اصلا تو نقاشی اصلا خوب نیستم، ولی بیاین فرض بکنیم که این منم، مثلا این منم میساه، اینم قطاره. خیلی شد خیلی سعی کردم شبیه قطار بشه ولی شبیه قطار نشد. anyway خب اینجا من یه دایاگرام دارم، خب یه چیز زمانی دارم، نمودار زمانی دارم که همیشه من ازش براتون همیشه استفاده میکنم. کاری به فیوچر که اصلا کلن ندارم، به پریزنت هم هیچ کاری ندارم. چرا؟ چون من راجع به اکشنز این ده پست میخوام صحبت بکنم، اصلا کاری به پریزنت ندارم. حالا میام توی پست، یعنی من از پست به عقب رو در نظر میگیرم. خوب گوش بکنین، من اینجا شماره گذاشتم. یه نکته رو بهتون بگم اول که براتون راحت تر بشه. بچه ببینین، این اگر گذشته باشه من هرچی از این دورتر باشم عقبترم تو زمان دیگه، یعنی هرچی از این فاصله بگیرم اتفاقی که افتاده، عملی که انجام شده قبل تره، درسته دیگه؟ و هرچی به پست نزدیکتر باشم، یعنی یا میتونم بگم به ورتی هرچی بیام جلوتر اکشنم دیرتر انجام شده. اینو متوجه شدین؟ پس هرچی از پست برم عقبتر دورتر از زمان حال، زمان گذشته میشم، عقب و عقب و عقب میرم. هرچی به این سمت نزدیک بشم اکشنی که انجام شده نزدیکتر. یه مثال بهتون بزنم، مثلا فکر کنین که من مثلا 8 صبح خواب پا شدم، 10 صبح صبونه خوردم، کدوم اکشن اول انجام شده؟ اونی که از الان دورتره. کدوم عمل دورتر بوده؟ 8 صبحیه، پس این اول انجام شده، دورتره. کدوم مثلا الان ساعت مثلا 11 مثلا،
کدوم عمل به ساعت 11 نزدیکتره؟ اونی که ساعت 10 انجام دادم. این افتاد. خب اینو کامل براتون توضیح دادم که اینو بگم. توی گذشته ما همه روی صحبتمون راجع به پسته. توی گذشته فرض میکنم دو تا عمل انجام شده. من میخوام این دو تا عمل رو در قالب دو تا جمله توی انگلیسی بیان بکنم. اما از چه زمانی استفاده میکنم؟ So easy. اکشنی که دورتره، عقبتره، همیشه یعنی اول انجام شده و اکشنی که به اینجا نزدیکتره یعنی دوم انجام شده. That's it. Done. تموم شد. اون اکشنی که اول انجام شده is past perfect و اکشنی که دوم انجام شده is simple past که من بهتون simple past رو یاد دادم. تموم شد. به همین راحتی، به همین خوشمزگی. خب پس چی شد؟ دوتا اکشن انجام شده. اونی که اول انجام شده past perfect، اکشن بعدیش که نزدیک تر هستش میشه simple past. We normally use past perfect and simple past together. We usually use past perfect and simple past together. بچه ما معمولاً زمان گذشته کامل و گذشته ساده رو با هم دیگه استفاده میکنیم. حالا بریم جلوتر براتون بیشتر توضیح میدم. خب این نقاشی چیه؟ میخوام بگم دیگه از این همه توضیحی که دادم میتونید حدس بزنید. میخوام بگم وقتی که من رسیدم به استیشن، به ایستگاه قطار، قطار رفته بود. بیاین این جمله رو بازرسیش موشکاف بشکافیمش. وقتی من رسیدم به ایستگاه قطار رفته بود. اول کدوم اکشن انجام شده؟ قطار رفته. بعد کدوم اکشن انجام شده؟ من اومدم. پس وقتی من اومدم قطار رفته بود. وقتی من رسیدم قطار رفته بود. اول قطار رفته، بعد من رسیدم. پس past perfect simple past. خب این از این. حالا قالب ساختاری past perfect چیه بچه ها؟ subject. What are the subject? Guys, subjects can be either a name like Misa, like David, like Louise, like whatever, or can be subject pronoun like I, you, he, she, it, we, you, they. که راجب این همیشه من بهتون توضیح میدم واسه که نه مشکل داشته باشین. پس subject فاعل من، عمل کننده یه کارم، یا اسم مثل میسا یا شیه که ریفر میکنه باز به یه دختر، یا هیه ریفر میکنه به پسر. پلاس هد، نکته آسون اینه که فقط هد داریم دیگه. مثل present perfect نیست که هب و هز داشته باشیم گیج بشیم. تنها auxiliary verbش هده. پلاس past participle. past participle که همون پی پی فعل هستش یا حالت سوم فعل، که بهتون گفتم یه چارت فعلی که داشته باشین معمولا سه تا ستون داره، پرزنتش رو میگه، پستش رو میگه و پی پی یا پست پارتیسیپلش رو بهتون میگه. این پست پارتیسیپل همون ستون سومه که بهتون گفتم یه سری فعلا اصلا عوض نمیشه. توی درس present perfect کامل توضیح دادم بچه ها در رابطه با فعلا شاب، در رابطه فعلا یه سری فعلا عوض نمیشه، یه سری عوض میشن، یه سری حرف وسطشون عوض میشه. اینو دیگه بازش نمی کنم چون یه دور توضیح دادم، حتما برین ویدیوشو ببینین، دیگه الکی ویدیو رو طولانی نکنیم. خب پس subject plus had plus past participle. نکته دوم، had کسایی که از قدیم ما بودن دیگه این براشون این آب خوردن هستش. بچه ها had اینجا نقش چی رو داره؟ auxiliary verb. پس had auxiliary verb هستش یا helping verb یا فعل کمکیه. اما is و are، do و does، have و has present perfect یادتونه، اینم همونه. پس این had گذشته یه هف به معنی داشتن نیستا. این had auxiliary verb یا فعل کمکی هستش و اینم که پس پارتیسیپل فعل محالت سوم فعلمونه. خب نکته سوم، کسایی که از قبل باز با هم بودن میدونن، کسایی که جدید هستن don't worry I'm gonna tell you right now، الان بهتون میگم. وقتی توی یک ساختار زمانی
من auxiliary verb یا helping verb دارم، دیگه احتیاجی ندارم به فعلم چیزی اضافه بکنم که منفی یا سوالیش بکنم. تمام جملاتی که ساختارشون توش auxiliary verb داره با خود auxiliary verb منفی میشن، با خود auxiliary verb سوالی میشن. دان دان، تموم شد. الان auxiliary verb رو دارم، میخوام منفی کنم، سوالی کنم، میریم سراغ این جمله. نگاه کنین، همین جمله رو من اومدم نوشتم، گفتم اول ترین رفته بعد من رسیدم. The train had left the station when I arrived there. Look. The train had left, had left, had past participle. بچه ها left past participle. Leave, left, left. با گذشتش یکیه. Had left the station. این عملی بوده که اول انجام شده. When I arrived there. این عملی بوده که دوم انجام شده. You see, here I have simple past. Here I have past perfect. اونی که اول انجام شده دورتره. Past perfect. حال کامل. گذشته کامل همیشه. The train had left the station when I arrived there. وقتی رسیدم اونجا، منظورش استیشنه، قطار رفته بود. خیلی راحت میتونین جای این دوتا رو عوض کنین. When I arrived there, the train had left. وقتی رسیدم اونجا، قطار رفته بود. When I arrived there, the train had left. فقط جاشو عوض میکنین، یعنی زمانا رو دست نمیزنین، میتونین جاشو عوض کنین. It's okay. حالا منفیش میخوام بکنم، خواهش میکنم، بعد دیگه شما میدونین دیگه، بفهمین وسط من دیگه اصلا حرفی نمیزنم، صحنه برای شما. خب با چی منفیش میکنم؟ خودش auxiliary verb داره دیگه، کامل نمینسم، فقط قسمت پس پرفکتشون میکنم. The train میخوام منفیش کنم. چجوری منفی میکنم؟ had not. had not رو بچسبونم به هم میشه چی بچه ها؟ hadn't. بهتون گفتم اون حرفی که هز میشه به جاش آپاستروف میذارم. hadn't. دیگه بقیه جمله اینه خودش. The train hadn't left the station when I arrived there. مثلا میخوای داری واسه دوست تعریف کنی، میگی خوشبختانه fortunately the train hadn't left when I arrived there. وقتی رسیدم اونجا قطار نرفته بود. میخوام منفی کنم. دوستت ازت میپرسه که رسیدی ایستگاه قطار رفته بود؟ خواهش میکنم پنیک نکنین کسایی که اگه دارین بار اولین ویدیو رو میبینین. وقتی در جمله فعل کمکی دارم، گفتم با خودش منفی سوال میشه. سوالی کردنش چیه؟ ایزی پیزی لمن سکویزی. هدو auxiliary verb رو میاری اول جمله، بقیه جمله این خودش. بیاین auxiliary verb رو بیاریم اول جمله. auxiliary verb هم چیه؟ had. بیارمش اول جمله، دقیقا جمله این خودش. had the train left the station. دیدین چقدر آسون بود؟ فقط اومدم had و آوردم اول جمله. had the train left the station when you arrived there. فقط دقت کن بچه، آی میشه you، چون خودت از خودت خیلی کم پیش میاد سوال بپرسی دیگه. دوستت میگه وقتی تو رسیدی قطار رفته بود، فقط آی رو تبدیل به یو میکنم. پس منفیش یه نات اضافه کردم، اگه خواستیم کانترکشن فرم مینویسم. سوالش هم که حد آوردم اول جمله، بقیه جمله این خودش نوشتم. خب یه نگاه عمیق و دقیق به این تخته بندازین. کل کانسپت پس پرفکت تو همین بود. میریم با تخته دیگه برمیگردیم. توی تخته دیگه بچه‌ها نگاه کنین، خودتون دیگه الان فکر کنم متوجه شدین. این که بخواین بسازینش کاری نداره. این که واقعا it's up to you، به خودتون مربوطه. باید حفظ بکنین چارت افعالو. من ساده شدهشو براتون توی ویدیو آماده کردم، ولی دیگه از اون ساده تر نیست، باید میمورایز بکنین. ساختارش هم که میبینین دیگه خیلی آسونه. یه پس پارتیسیپل هم یه حد. اون چیزی که قضیه رو سخت میکنه این هستش که تشخیص بدم کدوم اکشن اول انجام شده، و اگه خواستم این دوتا رو سیمپل پست و پست پرفکت رو با هم استفاده کنم، کدوم رو اول استفاده کنم، کدوم رو دوم. میریم تو تخته بعدی، من براتون یه سری مثال مینویسم که توش
موشکافی بکنیم و این دوتا رو بهتر بتونیم کنار هم دیگه استفاده کنیم. بریم. خب بچه‌ها، من برگشتم با این تخته. یه سری نکته ها در رابطه با پست پرفکت مونده که من تصمیم گرفتم تو مثالا بهتون بگم که درکش براتون راحت تر باشه، جدا جدا نگم بخواین مثلا اذیت بشین. میریم سراغ این مثالا. همونطوری که توی پارت قبلی بهتون گفتم، معمولا زمان پست پرفکت و سیمپل پست با همدیگه داره انجام میشه، یعنی با همدیگه میاد. چرا؟ چون بهتون خط اول یادتونه نوشته بودم، گفتم سیکونس رو میخوایم نشون بدیم، ترتیب اون اکشنایی که انجام شده رو میخوایم نشون بدیم، پس معمولا با هم میان. حالا این شیشتا مثال هر کدومش دو تا جاخالی داره و ما قرار هستش که توی این جاخالی ها یه پس پرفکت بذاریم، یه سیمپل پس بذاریم. برای اینکه ذهنتون رو یه ذره نرمش بده، آماده کنه برای استفاده راحت تر، سریع تر و روون تر پس پرفکت و سیمپل پس، خیلی خوبه. میریم روش. همونطور که بهتون گفتم قبل از اینکه بخواین گزینه ها رو جا گذاری کنین تو جا خالی ها، خیلی مهمه اول تشخیص بدین اولین اکشن کدوم بوده، دومین اکشن کدوم بوده. خب بهتون گفتم که اگر اون دایاگرام رو در نظر بگیریم، اون اکشن قبلیه اکشن اوله که پس پرفکت، اکشن دومیه میشه اکشن دوممون، نزدیکترمون که سیمپل پسه. بریم سراغ این. Number one. When Anne blah 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 the door, she realized that somebody blah 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 into. گزینه فعلا هم بچه ها به ترتیب به همون داده. ما تو جا خالی اول قرار از open استفاده کنیم and in the second blank we're supposed to use break. Okay, so when Anne, the door, she realized that somebody into. Okay, بیاین دل رودش رو باز کنیم. When Anne, the door, she realized that somebody, خب. میگه وقتی Anne در رو کرد، دیدش که یک کسی اومده تو. خب. حالا اول یکی اومده تو، بعد ان در رو باز کرده، یهو فهمیده یکی تو بوده، یا نه اول ان اومده نشسته، ان اسمش رو اینجوری تلفظ کنیم قشنگ داره، اول ان اومده نشسته بعد یکی اومده تو، کدوم اتفاق اول افتاده؟ پرفکت. اول یکی اومده تو، مثلا خونه رو به هم ریخته کرده، بعد ان در رو باز کرده اومده ده، ای وای مثلا خونه به هم ریخته است، پس این عمل اول انجام شده. This is the first action and this one is the second action. So for the first action, what tense do we use? Past perfect. بین اول اکشن اول کار کنیم. Break. خب بچه ها break میشه break, broke, broken. Past participleش میشه broken. قرار بود بهش یه حد اضافه کنم برای پس پارتیسیپل دیگه، پس حد بروکن با مشکی براتون می‌نویسم. So she realized that somebody had broken into. دید که یه کسی اومده بوده تو. حالا it's easy peasy lemon squeezy. اولی میشه چی؟ simple past. When Anne opened the door, she realized that somebody had broken into. وقتی در رو باز کرد، متوجه شدش که یکی اومده تو. خب، بریم سراغ دومی. By the time Julia, the shop, she all her money on clothes. Leave is the first option, spend is the second option. We need to first recognize which tense to use in these two blanks. بعد اول ببینیم که این توی این دوتا جا خالی کدوم استفاده کنیم. By the time Julia, the shop, she, all her money on clothes. یه من همیشه میگم با معنی کردن مخالفم، ولی برای اینکه براتون جا بیفته، میگه وقتی که جولیا، فعل اولمون چیه؟ لیوه، ترک کردن، دومی خرج کردن. میگه وقتی جولیا مغازه رو ترک کرد، تمام پولش رو روی لباسا خرج کرده بود. دیدس obvious دیگه، واقعا اول همه پولا رو خرج کرده بعد من از مغازه رفته بیرون دیگه، پس این میشه اکشن اولمون.
و اکشن اولمون چیه؟ past perfect. بیاین حالا کامل از اول شروع کنیم. By the time Julia left the shop, پس اکشن دوممون که دورتر بوده میشه simple past. She had spent. بچه ها past participle spend میشه spent. She had spent all her money on clothes. تمام پولش رو روی لباسا خرج کرده بود. یه نکته هم بهتون بگم. الان فکر نکنید چون اولین گزینه simple past بود دومی اینجوری همیشه توی جمله اگر به هم بدم پس اولی میشه simple پس دومی میشه. نه نه بهتون گفتم دقیقا جای اینا رو میتونیم عوض کنیم. Julia had spent all her money on clothes by the time she left the shop. دیدیم به راحتی عوضش کردم. بریم سراغ سومی. I to see that movie because I eat twice. I see that movie because I blah 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 eat twice. گزینه هامون not want یعنی want رو منفی کن و سی هستش. نمیخوام اون فیلم رو ببینم. چرا؟ چون دوبار دیدمش. الان اون موقع نمیخواستم ببینمش. ببخشید نمیخواستم فیلم رو ببینم چون دوبار دیده بودمش. این معنی درست شد. تو مثلا دیروز دوستام گفتم بیا بریم مثلا چه میدونم فلان فیلم رو ببینی، تو بهشون گفتی که نمیام. بعد الان داری به هم میگی آره میسا نمیخواستم ببینم چون دوبار دیده بودمش. پس دیدنه اول اتفاق افتاده دیگه، دورتره. So I didn't want to see that movie because I had seen it twice. بچه دیگه این نکته رو فکر کنم بدونید. میتونین I had رو به این صورت هم بگیرید. I'd seen. She'd. اینو نمیتونیم بگیم somebody. It's nonsense. Okay. میتونین contractionش هم بکنیم. Number 4. Philip blah 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 his bedroom before he to the work. گزینه همون tidy جمع جور کردم مرتب کردم و go رفتن. Philip blah 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 his bedroom before دیگه این تابلوه دیگه before he to work. اول کدوم اکشن انجام شده؟ اتاقش رو مرتب کرده بعد رفته سر کار. Am I right? Got it? Okay. So Philip دیدین اینجا حالا این حالتیه که ما اول از past perfect استفاده میکنیم. پس کنکوریا نیان بگن که اخ اول اینجا خالی همیشه simple past. No, it's not like that always. Okay. So Philip had tidied his bedroom. بچه tidy میشه tidy. Tidied. Had tidied his bedroom before he went to work. قبل از اینکه بره. Go, went, gone. Simple passage, went هستش. قبل از اینکه بره سرکار اتاقش مرتب کرد. Number 5. The judge said that she guilty because she the money. The judge said that she بعد از to be استفاده کنم. Guilty because she the money. جاج اون داوره برگشت یا اون کسی که تو کورت هستش تو دادگاهه برگشت گفتش که آقا اون مقصر بود چون پول لزیده بود. خب کسی که مقصر میشه اول یه کاری میکنه بعد مقصرش میکنن دیگه. پس کدوم اکشن اول انجام شده؟ پول لزدیه. استیل کدوم اکشن؟ اکشن دوم بوده. بعدن گفتن آقا این خانم مقصر بوده. So the judge said that she was guilty because she had stolen. بچه steal past participle‌اش میشه stolen. Okay? So she had stolen the money. She'd stolen هم میتونه باشه. And the last one. My mom, her lunch when I home. My mom, her lunch when I finish baguette. میگه مامانم غذاشو تمام کرده بود وقتی رسیدم خونه. اول مامانش غذاشو تمام کرده بعد رسیده این خونه دیگه. یعنی رسیده ده مامانش غذاشو خورده. کدوم اکشن اول انجام شده؟ غذا خوردن مامانه. So my mom had finished her lunch when I got home. تا اینجا پنیز دراپ متوجه شدین؟
بچه پنیز دراپ مینز دوزارتون افتاد. یه ذره قدیمیه، خیلی دیگه الان تو محاوره استفاده نمیکنن. بچه حتما وقتی اینو نکته سر رفت به این نداره، ولی اینو بهتون میگم، حتما وقتی یه جمله رو میبینین میشنوین یا مثلا یهو از یه منبعی پیدا کردین، سرچ کنین ببینین هنوزم استفاده میشه یا نه، چون بعضی وقتا اینا قدیمیه، اولد فشنده و دیگه خیلی استفاده نمیشه، ولی خب همه میدونن ولی خیلی استفاده میشه. پنیز دراپ از وان اف دم، یکی از اوناست. پنیز دراپ مینز دوزارت افتاد. اوکی، این از این. امیدوارم دیگه توی شناسایی که کدوم اکشن اول بوده مشکل نداشته باشین. اون نکته که بهتون گفتم میخوام بگم این بود. Okay, so I told you that we mainly use simple past and past perfect together. Okay, now, how can I connect these two tenses together? Because I want to use them together. How can I connect them together? وقتی میخوام simple past و past perfect رو استفاده کنم، چجوری میتونم با هم کانکتش بکنم؟ خب بچه ها، ما از چند تا کلمه برای کانکت کردن این دوتا استفاده میکنیم. فقط کلن دو سه تا یا سه چهار تا، خیلی آسون تر از اون چیزه، چون حتی تو فارسی هم ما از همین استفاده میکنیم. من بیام از آخری شروع بکنم براتون، چون تو آخری واضح تره. نگاه کنین، با سبز دورش رو خط میکشم. My mom had finished her lunch when I got home. وقتی رسیدم خونه، مامانم غذاشو تموم کرده بود. من الان با when این دوتا رو به هم ربط دادم. When I got home. پس when simple past میتونه when وسط باشه، این ورش پس پرفکت باشه، این ورش سیمپل پس باشه. بچه اینجوری نمیخوام بهتون بگم قاطی کنیم، فقط دارم بازش میکنم. چرا؟ چون یه ذره بهش فکر بکنین کاملا منطقیه که when قبلش پس پرفکت بیاد بعدش سیمپل پس بیاد. نمیخوام برم توش قاطی کنین. It's just so easy واقعا. وقتی رسیدم خونه، مامانم غذاشو تمام کرده بود. حالا what if I want to change these two؟ بخوام جای این دوتا رو عوض بکنم. الان من هیچی نمیگم، شما بگین کدوم قشنگ تره. نها کنیم، من هیچی نمیگم، نها کنیم. I got home when my mom had finished her lunch. When I got home, my mom had finished her lunch. کدومش بیشتر عقلانیه؟ I got home when my mom had finished her lunch. When I got home, my mom had finished her lunch. The second one is like a bit rational. دومیه یه ذره عقلانی‌تره. اگرچه اولیه هم could be right، میتونه درست باشه، ولی دومیه بهتره. پس when بچه همیشه بعدش simple past میاد و قبلش past perfect. تو حالت sequence میخواییم این دوتا رو بزنیم کنار هم دیگه. بریم سراغ بعدی. اینو فعلا نمیخوام بهتون بگم، اینو میخوام بهتون بگم. Philip had tidied his bedroom before he went to work. الان من این دوتا رو با چی وصل کردم؟ با before. Philip had tidied his bedroom before he went to work. قبل از این که بره سر کار تختش رو مرتب کرده بود. ناکنین، اصلا بازم میگم حلاجیش کنین، کاملا معنی میده که بعد از این simple past باید بیاد، قبلش باید past perfect بیاد. قبلش تختش رو مرتب کرده بود، before he went to work، قبل از این که بره سر کار. حالا اگه بخوام جای این دوتا رو عوض بکنم، ناکنین. Before Philip went to work, he had tidied his bedroom. Before Philip went to work, he had tidied his bedroom. دیدین؟ این به این چسبیده بود. بعدش simple past اومده، قبلش past perfect اومده. میگم خودتون رو اینجوری نرین خیلی موشکافانه عمل بکنین. اگر که واقعا احتیاج داشت، من همیشه میدونین دیگه براتون تیکه تیکه ریز ریز توضیح میدم، ولی it's so simple، واقعا آسونه. چرا؟ چون دقیقا اینن همونیه که ما تو فارسی میگیم. خودتون رو خیلی لرگش نکنین. So این دوتا از مهمترین هاست. حالا من یه by the time دارم، یه because دارم، که باز این دوتا هم بهش یه ذره فکر بکنین deep down. It's totally rational. کاملا عقلانیه. نگاه کن. میگه که the judge said that she was guilty. اون داورا گفتن که اون گناهکار بود. چرا؟ Why? Because she had stolen the money. چون پولو دزدیده بود.
چون پولو دزدیده بود مقصر شده بود دیگه. ناکن حتی تو فارسی هم اینجوری میگیم، چون پولو دزدیده بود مقصر شناخته شد. پس بیکازو دارم این وسط، دوباره این ور سیمپل، این ور پست پرفکت دارم، این ور سیمپل پست دارم. ناکنین because she had stolen the money، چون پولو دزدیده بود مقصر شناخته شده بود. اینجا اول یعنی بعد از because پس پرفکت همو دارم، سیمپل پس ندارم. It's easy، قاطی نکنید. And آخریش by the time که it's like not very common but yeah we still use it، خیلی common نیست ولی استفاده میکنید. By the time Julia left the shop، این اصلا دیگه نکن obvious، خودش اول اومده. لحظه ای که جولیا، یا وقتی که جولیا، دقیقا مثل when میتونه باشه، مغازه رو ترک کرد، تمام پولش رو لباسا خرج کرده بود. من اگه بخوام وسط بیارم این یه تیکه رو انگار میارم میذارم بعد از این. Julia had spent all her money on clothes by the time she left the shop. انگار این دوتا اینجوری چسبیدن به هم. پس نگاه کنین چقدر آسون شد. By the time، when، before، همیشه چسبیدن به simple past، یعنی بخوام جا به جاش کنم کلن برش میدارم جا به جا میکنم، فقط یه بیکازه این وسط. ولی باز میگم خیلی توش نرین، چون همینجوری تو فارسی هم اگر بخوایم بگین دقیقا قالبا همینه و عوض نمیشه. هرچند بهتون همیشه میگم من اصلا موافق نیستم با اینکه شما انگلیسی رو به فارسی و فارسی رو به انگلیس برگردونید. It's like to me it's not practical at all. واقعا به نظر من کار خیلی کارآمد نیست. خب اینم از هر اون چیزی که بچه‌ها لازم بود در رابطه با پس پرفکت بدونیم. من سعی کردم واقعا تمام نکته‌هاش رو بهتون بگم، امیدوارم که لذت برده باشین. اما اگر سوالی دارین حتما زیر همین ویدیو که مربوط به پس پرفکت هستش برای من کامنت بذارید، من سوالاتتون رو جواب میدم. من بهتون گفتم که من راجع به افعال پس پارتیسیپل دیگه توضیح ندادم. چرا؟ چون قبلا ویدیوشو ساخته بودم دیگه، اضافه مثلا اضافه بر سازمان میشد، می‌خواستم دوباره براتون چیز کنم، ریکورد بکنم. تمام کانسپتش کجا استفاده میشه، چجوری استفاده میکنیم، مثلا چرا استفادهش میکنیم و بهتون گفتم. اما برای اینکه تمرین های بیشتر داشته باشیم حتما تو چنل تلگرام که لینکش توی دسکریپشن یوتیوب هست جوین بشین. من براتون یه فایل پی دی اف میذارم که تو اون فایل پی دی اف بتونین هم به تنهایی اینو تمرین بکنین، هم استفاده پاس پرفکت رو با سیمپل پاس رو تمرین بکنین. من بهتون قول میدم که به زودی یه ویدیو براتون آماده میکنم که چند تا زمان رو با هم دیگه داشته باشیم که یه ذره چالنجینگ تر باشه، یه ذره بیشتر با هم دیگه کار کنیم که راحت تر بتونیم اون رو استفاده بکنیم. But for now that is enough. اما برای الان این دوتا کافیه. پس یادتون نره که تو چنل تلگرام حتما جوین بشین، پی دی اف فایل رو ببینین، تمرینا جواب داره، ولی خواهش میکنم اول خودتون انجام بدین بعد جوابشو ببینین. هر سوالی هم داشتین چه در رابطه با اون پی دی اف، چه خودتون، چه هر چیز دیگه ای، این پایین برای من کامنت کنین. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین بنده فوق العاده خوشحال میشم که لایکش کنین، به دوستان خودتون معرفی کنین. و مثل همیشه حرف آخر، لطفاً اگر ویدیو یا موضوعی در نظرتون هست که دوست دارین من براتون اون مطلب رو آماده بکنم و ارائه بدم، بسیار خوشحال میشم که به من بگین. Till another grammar, take care, see you soon and bye bye.